یک سوالی که به نظرم زیاد باش مواجه شدیم این هست که داستان نویسی رو کی شروع کردین؟ خب بله. حالا من خودم اگه خودم یک نویسنده و یک داستان نویس در نظر بگیرم، این سوال بسیار برای خود شخص منده دشواره، چون واقعا نمیفهمم که کی اون جوهره داستان نویسی و نویسندگی بروز پیدا کرد و من شروع کردم. یعنی دقیق مثلا بگم که از فلان تاریخ من داستان نویس شدم، همچین چیز به نظرم یه مقدار دور از واقعیته، چون یک امر تدریجیه. بنابراین من میخوام این سوال رو اینطور از شما بپرسم که کی حس داستان نویسی، حس نویسندگی در شما تشدید شد، یعنی جدی شد در واقع، نه اینکه از کی شروع کردیم. از کودکی شما داستان نویس بودین و همیشه قصه های برای گفتن داشت، از کی قضیه برای شما جدی شد و با خودتان گفتین که من یک داستانهایی برای گفتن دارم که حتما باید نوشته شود، چاپ شود مثلا و مخاطب خودش رو پیدا کنه؟ خب از زمانی که در واقع من داستان را شناختم و اهمیت داستان را پیدا کردم، چون من قبل از این متون ادبی یا قطعه‌های ادبی می نوشتم و خیلی با داستان ارتباط و آشنایی چندانی نداشتم و تصور من این بود که نویسندگی یعنی متن‌های زیبا نوشتن، متن ادبی و احساسی و زیبا نوشتن. این در دوران نوجوانی تصور من از نویسندگی این بود و بعدتر که کمی مطالعه کردم کتاب‌های تاریخ و کتاب‌های اجتماعی را، خیال کردم که نویسندگی یعنی نوشتن مقالات اجتماعی یا سیاسی، چیزی که مثلا در مجلاتی که اون زمان در دسترس من بود که بیشتر مجلاتی که از سوی احزاب افغانستانی که در ایران منتشر می شدن، اونا رو که می خواندم می گفتم خب برای این مجلات من باید بنویسم. ولی بعدترها که به کتاب‌های داستان و رمان رسیدم، اینا رو که خواندم فکر کردم که نه، نویسندگی اینجا هست. درسته. و زمانی که با تعداد از دوستانی که به ادبیات علاقمند بودند و به شعر و به داستان، با اینا آشنا شدم، ارتباط پیدا کردم، مثل دوستانی مثل آقای ابوطالب مظفری، سید اسحاق شجاعی، آقای علی پیام، در اونجا فهمیدم که خب میشود نویسندگی را از این سمت پیش برد و با اینها نشستیم و به طور جدی سعی کردیم که در مورد داستان نویسی کار کنیم، داستان نویسی یاد بگیریم و بنویسیم و آثار همدیگر را نقد کنیم. یک روند تقریبا همونطور که شما گفتید یک روند بود ای که ما را به داستان رساند. و در جواب این سوال همیشه دوست دارم شنوندگان بشنون که بگن که از فلانجا یک جرقه خورد، حتما یک حادثه اتفاق افتاد و این حادثه مرا کشاند. حقیقت امری نیست، خیلی از مسائل اتفاقی رخ میده. اینه که مثلا من به سراغ داستان نویسی رفتم، این ممکن است یک اتفاق بهش نباشه، ولی یک اتفاقی خیلی مبارک بود، یک اتفاقی که بعداً ادامه پیدا کرد. یعنی بعدا من توانستم برای این اتفاق و تداوم این اتفاق دلایل زیادی را پیدا کنم، البته بعدا دیگه. اسم اولین داستانی که نوشتین هنوز یادتان هست؟ بله، اولین داستانی را که بله، من قبل از این که اولین داستانی که میتونم حالا داستان بگم، داستانای چندی نوشته بودم که در همین جلسات خودمانی که با آقای دوستان مثل آقای مظفری و آقای شجاعی و آقای پیام اینها کار میکردیم. خب داستانهایی می نوشتم که الان حوادثش یادم هست، ولی نمیفهمم اونا رو چه نامگذاری کرده بودم و ندارم و داستانها را. اولین داستانی که در واقع ماند و به جای هم به چاپ رسید، قبلا هم شاید در این برنامه گفته باشم، یک داستانی به نام راز زمان هست. بله درسته. احیانا از فضاهای اون داستان هنوز جدا نشده، درسته یا نه؟ یا خیلی فاصله گرفتین؟ به یک معنا جدا نشدم، چون اون داستان هم به یک دغدغه های فکری پرداخته. یعنی یک جوانی هست که میخواد بداند ساعت چنده و آخر نمیفهمه که بالاخره این ساعت چنده، چون به هر ساعتی که مراجعه میکنه او ساعت یا خوابه یا پیش رفته یا پس مانده، یا از کسایی که چون خودش ساعت نداره یا از کسایی که برخورد میکنه میخوای ساعت بپرسه. خب بعضی با تمسخر جواب میدن، جواب واقعی به داده نمیشه. تا امروز هم در واقع همین دغدغه بر من هست که بدانم حالا یا زمان، نه یک چیزی شما به جای زمان بگذارید، ولی به جواب واقعی نرسیدم. عجب. حالا با این توضیحی که دادین در مورد این روند داستان نویسیتون و حتی نویسندگی عمومی، یعنی قبل از داستان نویسی به طور خاص نویسندگی عمومیتون هم در فضاهای مهاجرت شکل گرفته. بله. حالا با فضای کلی آثار ادبی و نویسندگی شما ما تا حدی آشنا هستیم، مثلا یه بخشش که پژوهش‌ها هست، ادبیات عامه و فولکلور هست. به طور مشخص در این مجموعه داستان‌های شما و اون داستان بلند یکی بود یکی نبود، حالا یکی بود یکی نبود یه مقدار به نظرم فضاش بود و نبود، بود و نبود، حالا او رو جدا در موردش صحبت بکنیم. مثلا رمان طلسمات شما که رمان مفصلی هم هست، خب اینا در فضای مهاجرت خلق شده ولی فضاش کاملا در افغانستان است و شما اون فضای سنتی و اقلیمی و بومی افغانستان رو در این داستانهاتون بازتاب دادید، یعنی در واقع خیلی حضور پررنگی داره. این رو تا حالا بهش یعنی فکر کردین که مثلا این اتفاقی داره میفته واقعا به صورت آگاهانه است که به این سمت سو میره یا نه، یعنی خیلی غریزی و اون دلبستگی شماست که شما رو به این سمت سو داره میکشانه؟ خب هر دوی این مسئله هست. یعنی هم غریزی هست به خاطر اینکه من در سن 4-5 سالگی از افغانستان مهاجر شدم، آمدم ایران، یعنی فضای بومی و روستایی زادگاه هم را خیلی به یاد ندارم و نداشتم. اما زمانی که من در مهاجرت زندگی می کردم، در خانواده ما و در کسایی که ما با اونها در ارتباط بودیم دقیقا همون فضای فرهنگی و همون فضای فرهنگی و سنتی و زندگی در اینجا در واقع انتقال یافته بود. یعنی من درست است که از لحاظ جغرافیایی به عنوان مثال در مشهد زندگی می کردم، اما محیط خانوادگی ما، دغدغه هایی که در خانواده بود، صحبت هایی که میشد، قصه هایی که گفته میشد، خاطراتی که گفته میشد، اغلب خاطراتی بود که از اون محیط می آمد و اینها به طور طبیعی و به طور ناخودآگاه شخصیت مرا به اصطلاح شکل داد و به یک نحوی فضای ذهنی من با اون وضعیت کاملا آشنا شده بود. درسته. خب بعدها که من یک سری دغدغه های خودشناسی و هویت شناسی اینا پیدا کردم، خب رفتم سراغ پژوهش های فولکلور و فرهنگ عامه، ادبیات شفاهی مردم هزاره. اینها هم خب کمک کرد به من که بتوانم بیشتر و عینی‌تر با اون فضا آشنا شوم. خب در ادامه خب توانستم که باز سفر کنم در داخل افغانستان و منطقه هزارجات و زادگاه همینا رو از نزدیک ببینم و زندگی این مردم را مشاهده کنم و دقت کنم، شنیده ها رو ببینم، اون شنیده ها رو به صورت عینی ببینم، روابط مردم، مناسباتی که اینا بین یک دیگر دارند، پس بلندی های زندگی اینها رو به طور عینی مشاهده کردم و مجموع این ذهنیات و خاطرات و قصه ها و مشاهدات عینی باعث شد که بعداً بتوانم مثلا در رمان طلسمات اون فضا را بازنمایی کنم، به طور عینی تر بازنمایی کنم، چون طلسمات خب در سالهای اخیر نوشته شده. این اولین مجموعه داستان شما قبل از اولین بازگشت شما به افغانستان چاپ شد یا بعد از اون؟ من اولین بازگشت شما، اینطور بپرسم، اولین بازگشت شما در چه سالی اتفاق افتاد؟ اولین بازگشت من قبلا هم شاید گفته باشم در سال 1370 اتفاق افتاد. ولی خب در هزارجات نرفته بودم در زادگاه، بلکه در ولایت نیمروز در حاشیه غربی افغانستان. این فقط رفتن به افغانستان، رفتن به وطن و حس قدم گذاشتن در خاک وطن بود، نه در اون فضای بومی که من در داستانهای خودم رو باستاب دادم. بار دومی که من به افغانستان سفر کردم در سال 1376 بود که رفتم بامیان و اونجا عینی‌تر اون فضاهایی را که در داستانها آمده عینی‌تر دیدم، چون همون فضای زندگی مردم هزاره، زندگی روستایی و مناسباتی که بین اونها وجود داشت. ولی اون چه که به صورت عینی و ملموس من این فضاها را تجربه کردم سال 2001 بود که من یک سفر مفصلی در اکثر نقاط هزاره نشین کردم به صورت قدم به قدم و این نوعی از زندگی را و مردم که در اونجا زندگی میکنن اینها را از نزدیک دیدم. و باز هم اگر که ادامه بدیم در سال 2009 یک پروژه از طرف بنیاد آواخان در مورد بامیان و سوال بنده رو دوست ندارین جواب بدین اولین مجموعه داستان شما در چه سالی؟ من میخوام که در واقع اگر شما اینو پاسخ میدین، میخواستم یک نسبتی برقرار بکنم بین اون بازگشت شما و اون شوق و حسی که در شما دوباره بیدار میشه، اون شنیده هایی که مثلا سالها شنیدید و یک وطنی در ذهن به هر حال ساختید و یک تصویر احیانا کمرنگی هم از اون 4-5 سال اول زندگی در ذهن شاید حدس میزنم که مثلا خیلی تصویر چیز غباری آلودی مثلا در ذهن شما باشه. میخوام بگم که آیا اون اولین بازگشت با اون اولین مجموعه داستان شما ارتباط وثیقی داشته نداشته؟ اولین بازگشت با مجموعه داستانی که منتشر شد نه، خیلی ارتباط وثیقی نداشته، به خاطر که اولین داستانهایی را که من نوشتم در واقع دغدغه‌های من در دنیای مهاجرت بود. این اکثر داستانها در دنیای مهاجرت اتفاق میفته و همون دغدغه‌های یک فرد مهاجری که در یک کشور دیگر زندگی میکنه. گرچه در اون داستان، در اون مجموعه داستانهای هم آمده که من بعد از بازگشت به افغانستان اونها را نوشتم، اما میزان اونها خیلی کم. اگر گلوتون خوش شده که یک پیاله قیماق چای صرف بکنیم، باز گفتگو رو انشالله ادامه میدیم. دوست دارم که یک مقدار در مورد زبان و گویش صحبت بکنم.